قلب مالی اروپا، جایی که مؤسسات اعتباری و بانک‌ها پیشینه قدیمی دارند. پایتخت بریتانیا خود را قلب مالی اروپا می‌داند. بهشت نقل و انتقال پول و تراکنش‌های مالی بزرگ از چهار گوشه دنیا. جایی که ثبت شرکت و ابتدای حساب کار چندان دشواری نیست. در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی، حتی برای دولتی که تقریباً همه فعالیت‌های مالی و مبادلات بازرگانیش با دنیا مسدود شده، با تحریم‌های چند لایه و چندگانه آمریکا و کشورهای دیگر برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و نظامیش. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی تحقیقی افشا کرده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از لوید و سانتاندر، دو بانک بزرگ در بریتانیا، استفاده کرده است. نموداری که گزارشگران فاینانشال تایمز از این شبکه چند لایه تهیه کردند، تاکتیک دور زدن تحریم‌ها را از راه شرکت‌های سوری و میانی نشان می‌دهد. اول اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از طریق نهادهای مختلف در کنترل وزارت دفاع است. شرکتی که مشمول تحریم آمریکا است، برای هدایت و گردش مالیش شرکت‌های بازرگانی در سه کشور دیگر ایجاد کرده، در چین، بریتانیا و ترکیه. شرکت بازرگانی پتروشیمی چین که شرکت واسطه دیگری به نام بلک تولیپ دارد، در بانک سنت اندره در بریتانیا حساب باز کرده. در شاخه دیگر شرکت بازرگانی پتروشیمی بریتانیا یا PCC UK که دو شرکت واسطه دیگر به نام آریا اسوشیت و شرکت پیسکو دارد و این دو شرکت واسطه با بانک لویدز حساب دارند و فعالیت مالی می کنند. در بخش دیگری نمودار ارتباط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با یک شرکت ترکیه‌ای به نام ISP روشن شده که تحت تحریم آمریکاست و این شرکت هم با شرکتی از روسیه معامله دارد که به دلیل تجهیز سپاه پاسداران تحت تحریم آمریکاست و هم با شخصی به نام عظیم منزنی از فرماندهان ارشد سپاه که او هم مشمول تحریم آمریکاست. این مجموعه غیر مستقیم با بانک لوید در بریتانیا ارتباط دارد. به گفته این روزنامه، این بخشی از برنامه پیچیده ایران برای فرار از تحریم هاست که با حمایت نیروهای اطلاعاتی این کشور انجام شد. در حالی که شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تأمین منابع مالی 100 میلیون دلاری برای نیروی قدس سپاه پاسداران مشمول تحریم های آمریکاست. این شرکت در وبسایتش نوشته سال 94 تأسیس شده، با 14 میلیون تن محصولات ارزش بیش از 9.5 میلیارد دلار صادرکننده برتر است و دارای 8 شرکت و دفتر فعال در شانگهای، پکن، سنگاپور، هند، دبی، ترکیه، لندن. ولی سوی دیگر فعالیت این شرکت در ایران به جنجالی ترین دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شد. رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول با دفاع از عملکرد خودش و دیگران گفت همه برای کمک به نظام تحریم ها را دور می زدند و باید به این افراد مدال بدهند. استفاده جمهوری اسلامی از کارکرد سامانه مالی و تجاری در بریتانیا بی سابقه نیست. چند سال پیش دو مؤسسه مالی و بانک یونیکردیت و استاندارد چارتر به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشارکت در پولشویی به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شدند که به افت 15 میلیارد دلاری ارزش سهام استاندارد چارتر منجر شد. روزنامه فاینانشال تایمز گفته تحقیقاتش را به این دو بانک ارائه داده و آنها در جواب گفتند به طور جدی به رعایت تحریم ها متعهد هستند، اما نمی توانند درباره مشتریانشان اطلاعات بدهند. در حالی که موضوع فعالیت های پنهانی حکومت ایران در بریتانیا بیش از گذشته موجب نگرانی شده است. شهره جولانی، لندن.